هیئت امارت اسلامی در نخستین سفرش به اروپا هنوز سرگرم تلاش‌ها برای ایجاد روابط دیپلماتیک تازه با غرب در اسلو پایتخت نروژ است. سرپرست وزارت خارجه کشور که این هیئت را رهبری می‌کند، قرار است فردا و پس فردا با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و برخی دیپلمات‌های دیگر غربی دیدار و گفتگو کند. از میان برداشتن نام‌های اعضای امارت اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و گسترش روابط دیپلماتیک از آجندای مهم این گفتگوها خوانده شده است. ما در آغاز گفتگو هستیم. می‌خواهیم که گفتگوها به یک نتیجه مثبت و سازنده برسه و قطعاً تا او زمان را من فکر می‌کنم که بهتری خواهد بود که این گفتگوها با حسن نیت تداوم داشته باشه و بعد از به نتیجه رسیدن قطعا در واقع این فرایندها در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا و توماس وست نماینده خاص این کشور برای افغانستان نیز اعلام کرده است که با هیئت امارت اسلامی در کنار بحران اقتصادی و کمک‌های بشری روی تشکیل یک نظام سیاسی و امنیت افغانستان گفتگو خواهند کرد. ما از آنها خواهش میکنیم که پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد کنند و بالای مردم افغانستان به خاطر سیاست دیپلماتیک ظلم نکنند. باید وضعیت اقتصادی و سیاسی از همدیگر جدا باشد و نباید از مردمان افغانستان قربانی بگیرند، چون افغانها در یک حالت بحران اقتصادی و گرسنگی در این شرایط سخت مواجه هستند. در همین حال شماری از سیاسون کشور میگویند که در نشست نروژ با دیپلمات‌های غربی روی مقدمات ایجاد حکومت همشمول نیز بحث خواهد شد و به دنبال نشست اسلو راه اندازی یک نشست دیگر در قطر گزارش شده است. در قسمت نظام ممکن چند پیصد در این جلسه حل شود، ممکن جلسه بعدی که در قطر میشه بگویم صحبت میشن، صحبت هایی که قبلا هم در جلسه شده این پرادی هم صورت گرفته، هم برطانیا هم اتحادیه اروپا هم امریکا. هیئت امارت اسلامی با رهبری امیرخان متقی روز یکشنبه در یک نشست با روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر افغانستان نیز در اسلو پایتخت نروژ دیدار و گفتگو داشتند.